بعد نزدیک 50 سال هنوز هواداری استقلال با نام استقلال کنار نیومدن. شما می همچنان این تیم رو به عنوان تاج صدا میکنن. حالا اینکه میاد اسم استقلال عوض میشه و به جای ایران پسوند خلیج فارس به کار بونی، خلیج فارس بله قابل احترام برای همه ماست، پارت است که یک بخشی از کشور ماست، هیچ بحثی هم توش نیست. اما زمانی که دولت مردای ایران توان مقابله با کشورهای حوزه خلیج فارس ندارن، میان از اسم استقلال استفاده میکنن. نباید فراموش کنیم یک تنشی به وجود میاد برای استقلال که فردا قرار در ثابت در ماه آینده قرار در کشور حوزه خلیج فارس در مقابل این تیم‌ها قرار بگیره. یا یه زمانه استقلال دعوت میکردن به قطر یا امارات، الان یه موزل بزرگ به وجود میاد. اما موزه دیگه‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که آیا شما به عنوان مالک باشگاه هستین، اما مالک معنوی باشگاه هوادارا هستن. مثل اینکه اینجا منچستر سیتی وقتی مسئولین باشگاه اماراتی اومدن منچستر سیتی رو خریدن، بله میخواد یه جوری نشون بدن که بله مالک باشگاه ما هستیم. نمیام منچستر سیتی رو عوض کنم بذارم منچستر تهران، که یه چیزی دیگه میکنه، یه کار دیگه میکنه. اومدن اون استادیومی که در واقع مالک باشگاه منچستر بود عوض کردن به نام اتحاد، کرده که نشون بده ما بخشی از در واقع این باشگاه هستیم. تو چنین شرایطی که نام باشگاه استقلال تعویض میشه، در واقع باشگاه تاج من اعتقادم نه استقلال، یک بی‌احترامی بزرگ به همه هواداری واقعی، هواداری که مالک اصلی باشگاه هستن. حوزه خلیج فارس، ببخشید کمپانی خلیج فارس، اینا مالک باشگاه هستن، امروز هستن فردا نیستن، ممکنه فردا بفروشن به یه باشگاه دیگه. و این موزل بزرگ هوادار استقلال نبودی به این راحتی به این در واقع راحتی این موضوع رو بگذرن ازش. استقلال ایران من اعتقاد دارم تاجه. حالا به هر دلیلی که اون موقع نمیدونم انقلاب شهر چیزی که من واقعا سر در نمیارم چرا اسم این تیم عوض شد استقلال، و همچنان مردم در مقابل این تیم این تغییر نام موضع میگیرن، حالا شده استقلال خلیج فارس. من اعتقاد دارم، بازم اعتقاد دارم، اینا کمکاری های خودشون، این دولت مردان، این حکومت کمکاری خودشو داره میده گردن استقلال. استقلال رو دارن نابود میکنن. من دارم نگاه میکنم که ببین پرسپولیس هم اتفاق براش افتاده. اون نماینده ای که اون کسی که در مشهد است میگه پرسپولیس بیارین مشهد، اصلا سر در نمیاره. اصلا اینا واقعا درک نمیکنن استقلال و پرسپولیس تو دل مردم هستن و چنین شرایطی خیانت به باشگاه. این که میخوایم پول بدین، شما پول بدین. مثل یه نفر بیاد بگه من اسمم محمد تقوی، آقا من یه پولی بدین فامیلیت عوض کن، این خیانته، واقعا خیانت به تاریخ باشگاه، پر افتخار باشگاه استقلال و تاج ایرانه. ممنون از شما محمد تقوی، با ما همراه بودید در همین رابطه.